آقا بزن جلو، کار داریم. انگار وقتمون از سر کیل بابا این آوردیم. ادیتور جین امسال تو مراسم گرمی شهر ناجی پور با آهنگ برای تونس جایزه گرمی ترانه‌ای برای تحول جامعه رو برنده بشه. حالا ما میخوایم یکم توضیحات در این زمینه بدیم که تو شاهد ابهامات این چنینی نباشیم. قبل از تماشا ادامه ویدیو لایک و سابسکرایبتون نره. بوس به کلای نازتون. گرمی مراسم اهدای جایزه در عرصه موسیقی که از سال 1959 شروع شده و تا به امروز به مدت 63 سال ادامه داشته و نظر خیلی‌ها بزرگترین رویداد در زمینه موسیقیه. تعداد جوایز مراسم گرمی خیلی زیاده و بهترین آلبوم‌ها، آهنگ‌ها و اجراها در سبک‌های مختلف جایزه داده میشه. حالا مراسم گرمی یه سری جوایز داره که بهش میگن جوایز خاص. مثلا یه جایزه داره به اسم جایزه میوزیکرز که به آرتیستی که کمک‌های بشردوستانه انجام داده باشه داده میشه. جایزه آهنگی که برای تحول جامعه هم جزو این جوایزه که امسال برای اولین بار به شروین آجپور داده شده بود. دمش گرم به خدا. حالا یه سری احمق بی‌مطالعه مثل زیر تونی مانکیت که مغزش رو اندازه گوه مگسه گفتن که شروین اولین ایرانیه که جایزه گرمی رو برده. اولین جایزه گرمی بین ایرانی ها رو کیهان کلهر تو سال 2017 بود با گروه راه ابریشم تو آلبوم سین می هوم. البته کیهان کلهر تو سال 2004 هم نامزد دریافت گرمی شده بود. حالا نفر بعدی کیه؟ درسته، خوب گیر شدید. شروین ادیپور نیست، حمید سعیدیه که با گروه اوپیو مون دوباره برنده جایزه گرمی شده که یکیش همین امسال بوده، ولی خب چون برای رسانه‌ها درآمدی نداشته نمیتوارزم بشه. ما هم چون ویو نمیگیریم بگیم چی ازش بگیم، والله با خدا کسچه بگیم به درد نمیخوره. حالا جالب امسال خانم صحبا مطلبی با گروه الجا نمیدنم برنده یه جایزه گرمی شدن. اینم گفتم یه اشاره بکنیم یکم تایم ویدیو بره بالا دیگه، پول و مولای نه. خلاصه که تبریک میگیم به شروین آجیپور و باقی کسانی که جایزه گرمی بردن و برای ایران افتخار آفریدن. ای خدا دمشان گرم به مالا. بالاخره بعد مدت های سوژه واسه ویدیو یوتیوب پوتک جیدال و ما جور شد تا یکم با اسم بقیه ویو بگیریم. دیگه ایلومیناتی اینا دارن تموم میشن دیگه، یکم کسر شرای جدید. ممنونم وقتی که گذاشتید. خداحافظ. اگه لایک و سابم بکنی که دمت گرم. موجود سبزم یادت باشی که دامل شق نیاد سراغ. بوس به کله هاتون. بفرم آقای دکتر. من اتفاقا دقیقا به همین دلال نظرم منفیه. چه افتی داشته شروین؟ من فکر میکنم اولین افتش خود همون فضا و حس و حالیه که منتقل نمیکنه. حتی انتخابش، میخوام بگم انتخاب نوع آهنگ و شعر و اینها برای هر کسی شاید تناسب و توازنی داره. بعضی از آدم ها تو بعضی چیزا موفق‌تر و درخشان‌ترن. من نظر من به نظرم واقعا اصلا از حرفای آقای حسینی قانع نشدم. احساس کردم که
شخصی حال نکردی توی مایه هاست. نه ببینید داستانه دوباره به نظرم بس شفاف بود. امین آقا گفت عین این قضیه رو که اجرای دوم شروین حداقل از نظر من و امین از اجرای اولش ضعیف‌تره.